با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز چهارشنبه است و هشتم از ماه جون. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که در ابتدای کار یک داستانی از بوستان شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم. سعدی بزرگوار ما هم مورخ است، هم جامعه شناس است، هم روانشناس اجتماعی است، هم در واقع از بزرگترین شاعرای جهان است و شخصیت کامل و جامعی است شیخ اجل. و بعد شیخ نگریسته به این تعلیمات اسلام عزیز و هر کدام که دیگه خیلی زشت بودند و اینها، داستانی ساخته است و در دیوان مستطاب خود وارد کرده است. بله. یکی از این موارد در واقع فضولی در کار دیگران هست که عرض بکنم که نهی از منکر. بله. یکی از این داستان، امر به معروف نهی از منکر، یعنی فضولی در کار دیگران. و ما بیچارگان، یعنی ما مردم ایران، به تله افتادیم که در تاریخ هیچ کس، هیچ ملتی، هیچ جامعه به این روزگار دچار نشده است. یعنی اون چه گناه بوده و قرار بوده است که خالق جبار تلافی گناهان ما رو که کبیره و صغیره هستند در روز قیامت چیز کنند، مخافات رو کشد و اینها، به جرم تبدیل شده. یعنی ما هم یک کتک از خدا میخوریم، هم یک کتک از ملا. آقا یک مرزی بایستی بین جرم و گناه باشد. آقا گناه که جرم نمیتونه محسوب بشه و فقط در مملکت ماست. یه جواب به پاسدار بایستی بدیم، یک جواب هم به نکیر و منکر، و بعدش هم عرض کنم روز قیامت و اون گرزهای آتشین و میترسم از جهنم و آتش فشان. بهار گفت سعدی در واقع می نگریسته و با یک ملایمتی که خاصه اوست و رندی که خاصه اوست داستانها می ساخته. یکی از اینها همین امر به معروف هست و نهی از منکر. این که عرض کردم بارها که ذات اسلام با آزادی و دموکراسی کاملا مغایر است، این از اون مواردیش یکی همین هست. یکی آقا داره میخواد، دلش میخواد روزشو بخوره، این به کی باید جواب؟ به خدا باید جواب بده لابد. اما نه، به رهگذر خیابون، به پاسدار، به بسیجی عزیز، برادر چاوکشم، به اینا هم باید جواب بده. سعدی داستان شیرین ساخته و پرداخته و در کتاب بوستان وارد کرده. یک بار خواندم، شاید دو بار در طول این سالها. دوست عزیزی عرض میکنم که از در واقع شهر محمد علی در کنتاکی از من خواستن که دوباره این داستان رو بخوانم، به جهت اینکه ماه رمضان است. من مطمئنم یقه بسیاری رو خواهند گرفت که آقا روزه خوردی. ای آخوند بیعقل، بذار مردم زندگی بکنن. خفه کردید شما 80 میلیون نفر آدم رو، نشاط و خوشی و زندگی رو از این ملت سلب کردید. چی میخواید از جون مردم؟ طلب شما چیست آقا از این ملت؟ بیارید رو کاغذ آقا، بگوید ما سادات هستیم، هرچی ظلم ابن زیاد و ابن سعد و منصور و متوکل و هارون و اینها کردن به سادات اولاد علی، خرجش اینقدر بوده، این تعدادم کشته شدن، ما از این ملت بکشیم به انتقام، به این کفار مجوس که ایرانیان باشم، بی حساب بشیم آقا، بی حساب بشیم.
یه متر و نیم پارچه بسی به کلت یه پشم هم گذاشتی شدی نماینده خدا طلبکاری. بچه های مردم، جوانها، آقا ببینید جوانهای دنیا چگونه زندگی میکنن. یه فیلمی از برزیل، از ونزوئلا، از این آمریکای جنوبی، از این آمریکا، از اروپا، از هندوستان، از همه جای دنیا نشون بدید مردم دارن با خوشی و خرمی با هم زندگی میکنن. آقا از طبیعت استفاده میکنن، از جوانیشون دارن بهره میبرن. یادش به خیر اون فعالیت های رادیو و اون هنرمندان بزرگ و شور و نشاطی که روزهای جمعه بود. یکی از بزرگترین قربانیان این رژیم پلید مرتجع بی انصاف بیابانی موسیقی بوده در کشور. موسیقی معمولا هنر اولین قربانی هست وقتی آدم های وحشی و خونخوار مسلط میشن بر جامعه، اولین هنر هست، اولین قربانی. شما اگه دقت کرده باشی وقتی که یک تاخت و تازی میشد اون رو بکرد، هنر در روزگاری طوری میشد که جامعه به آرامش رسیده بود و اون مدنیت اگر به وجود آمده بود در اوج خودش تولید هنر بکنه. باری اینها را عرض کردم، ما اینها حکومت موقت هستند. این حکومت جمهوری اسلامی حکومت موقت روزانه است. دوست می‌دارم من این نالیدن جنسوز را، تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. هر روز با یک ترفندی، با یک روبی، با یک وحشتی، با یک سر و صدایی، با یک بحرانی روز را میگذرانم. اینها رو من حکومت موقت میشناسم. حکومت اینا ریشه هرگز ریشه نخواهند داشت در این سرزمین و در ذهن مردم ایران. هرگز ریشه اینها مستحکم نخواهد شد، هرگز، به جهت اینکه دارای اون لیاقت، اون کاردانی نیستن. نه با ایران زمین و فرهنگ انسانی آن همخوانی دارن، نه با جامعه جهان. یه مش غارتگر هستن ریختن اونجا و به طور روزمره میکشن و غارت میکنن. بگذاریم سر داستان روزه. این داستان روزه تقریبا در همه ادیان هست. مقصود و منظور از این روزه تمرکز هست، مراقبه و دوری گزیدن از اون چه میشود گفت دنیای مادی است و پرداختن به معنویت، در خود فرو رفتن، مروری بر احوال خیش کردن و خیلی چیزایی دیگه در این روزه. اسلام هم این روزه رو از یهودی ها یاد گرفته است و مسیحی ها و اینا به تصریح مورخین پیغمبر اسلام میگوید این کار را چیز میکنید؟ میگوید میگوید روزه. و خب ما هم میگیریم روزه هم آمد جزء شد از دستورات دین. و در واقع بهانه خوبی هم بود، چون کمبود غذا بود در عربستان. اگر امروز هم ما مرزهای عربستان رو ببندیم و پول نفت نباشد، این مردم گرسنگی خواهند مرد، چون سرزمینی ندارن که تولید محصولی بکنند که بشود در اونجا جامعه ای گسترده به وجود آورد.
خب حالا اینا یک ماهی اینجا شرشون کم میشه، نظر قضا نداریم بخورن اینا، خیلی خوب هست برای ما. حالا مقصودش گم شده، در واقع مقصود گم شده و شده است در واقع یک نوع کلاه بر سر خود و کلاه بر سر دین گذاشتن و کلاه بر سر خدا گذاشتن و اینها. ساعت 3 و از شب بیدار شدن، یک خروار خوردن و بعد افتادن بر روی این یک خروار از 8 تا سنگک و 5 من گوشت کوبیده و نمیدونم ماست و اسفناج و نمیدونم به چیزایی میخورن اینها، و صبح با صورت باد کرده و معده باد کرده و متورم یه سینا گفت ماه مرزان، به همین دلیل بود. در این یک ماه کار هم در مملکت تعطیل هست. حاج آقا تصویرش به دستش و وارد اداره میشه. چه اداره ای؟ دم به ساعت نگاه میکنه، ساعتش که افطار که دوباره حمله مثل درندگان، یه تونم بعد از ظهر میخوره و عرض کنم که منتظر سحر میشه و روزه روزی زور زوری، روزه اجباری به دستور دولت. آقا من دلم نمیخواد روزه بگیرم، من دانم و خدای خود. رفتن به حاکم چیز همون شهری که مولانا بود، گفتن آقا این ساز میزنه و رقص میکنه در خانقاهش، گفت او داند و خدای خود. هر کس که روزه بخورد شلاق میزنه. خب حدیث روزه ماه رمضان میگوید بدون که اندر اول اسلام روزه هنوز فریضه نکرده بود. این نسل سامانی است در روزگار سلطنت منصور ابن نوح سامانی، این تفسیر کبیر طبری رو آوردن به خراسان و در اونجا ترجمه شد و این تصحیح مرحوم حبیب یغمایی است که مجله یغما رو هم منتشر میکرد. پشت سر من این مجلدات سیاه بر سر من هست، اینها 30 سال در واقع یغماست که ما یک مجله منتشر میکردن از 1327 تا 57 و مجموعه از مقالات ادبی تراز اول هست، همه بزرگان در این مجله مطلب می نوشتن، از ملک و شعرهای بهار بگیرید تا استاد فرزانفر و دیگران تا فضلای 30 سال بعد مثل خانلری و بره. خب بدان که اندر اول اسلام روزه هنوز فریضه نکرده بود، ولیکن نماز کردن و زکات از مال بدادن فریضه بود و روزه ماه رمضان هنوز فریضه نگشته بود و سببان چنان بود که چون پیامبر ما صلی الله علیه و سلم وحی آمد و خدای عز و جل او را فرمود که خلقان را ندا کن و به خدای خان چنان که پیغمبر علیه السلام گفت، مرا که کار گفت مرا که کارزار کن با کافران تا اون که بگویند که خدای عز و جل یکی است و به جز از وی خدای نیست، چون بگویند
تیغ از گردن ایشان بیا بیوفتاد و بعد از آن ایشان را مکش و خواسته های ایشان مستان مگر به حق. آدم میخواد یقه خودش رو چاک بکنه و با سر بره توی دیوار که چنین سخنانی رو به خداوند آدم منتسب. مولانای بزرگ فرمود او دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ وظیفه پیامبر این است که ابلاغ بکند آقا تیغ به گردن نهادن، اگه بنا بود تیغ به گردن بنهن که خدا خودش تیغ رو به گردن می نهاد. خدا میگوید به من گفت بگو اینها رو تیغ برکش و اینها رو مجبور کن که بگویند اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی چنین کردن تیغ از گردن ایشون بر تمام موهای بدن آدم سیخ میشه واقعا به تن. این چه معنویتی است آقا؟ معنویتش در کجاست؟ وقتی گفتن دادن تیغ از گردن اینها بیفتاد. پس این که گفت یگانگی خدای عز و جل به نماز کردن و زکات دادن نزدیک است به یک دیگر، از بهر آن که اول وحی که آمد این فرمود که بگوی خلق را تا اقرار دهند که خدای عز و جل یکیست و بگویند لا اله الا الله محمد رسول الله. پس هر که این سخن بگفت مسلمان شد و از کفر بیرون آمد و خون او بسته شد و شمشیر از گردن او بیفتاد و مال او بر یاران و امتان محمد حرام گشت. این هم قاطع نیست مگر به حق، مگر به حق. حالا یه صحبتی از بین عمر و ابوبکر، آقا این کار نکن، این مال مردم رو نگیر، اینا مسلمان هست. و این آیه رو خون ابوبکر گفت ها ای عمر فراموش کردی پایان آیه شریف رو، فرموده است مستان مال مسلمانان را اگر به حق. آقا من یک پیشنهادی کردم یک وقتی از پشیمون شدم جزید. آقا یک دقیقه میشه وقت نده، ما یک روزی رو بایستی پیدا کنیم به حدس بزنیم. من فکر کنم در مرداد بوده، روز جنگ قادسیه، روز ننگ قادسیه، روز شکست قادسیه. در همان روز نامه محترمانه بنویسیم، با احترامات تمام قرآن‌های شریف رو ببوسیم و دیده بگذاریم در جعبه های خوب، یک در یک روز همه رو بفرستیم سفارت عربستان، بگوییم بسیار متشکریم از شما، ما این کتاب رو خواندیم و تعبیر کردیم و تعبیر کردیم و تفسیر کردیم و بر آن هنر به خرج دادیم، با خط طلا همه کارا رو کردیم و بعد هم به سعادت رسیدیم زیر سایه تعلیماتش. حالا ما برمیگردانیم این کتاب مستطاب رو به شما، شما جوامعی هستند که به سعادت نرسیدن، این کتاب را به اونها بدهید، اونها هم به سعادت برسن. در یک روز پست کنید قرآن شریف رو به عربستان، ولی بایستی در یک روز باشن. این یه پیشنهادی بود که فکر میکنم پیشنهاد خیلی خوبی خواهد بود اگر به انجام برسد، با احترامات، بدون توهین، بدون کوچکترین بیادبی به ساحت مصحف شریف. این کار رو ما یه روزی بایستی انجام بدهیم و اون روز رو
اون روز ننگین قادسیه رو مثل عاشورا به حساب بیاوریم. وقت ما در اینجا هموطن به پایان رسید، گفت این سخن پایان ندارد ای جواب، خرج کن. الله اعلم. دوست عزیزم امیر سپاسگزارم بسیار، و همچنین از دوست ارجمند و فاضل آقای رستگار نژاد. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.